ضمن عرض سلام، درود و خوش آمدگویی به تک تک شما همراهان و همکاران گرامی. امروز 28 مهر ماه 1401 مصادف با 20 اکتبر 2022 در خدمتون هستیم با جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان از قانون دفاع از حقوق بشر در ایران. ابتدا من دست اندرکاران فراخوان رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم مونا احمدی پور، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریور ماه 1401. سپس آقای مصطفی منیری، بررسی هدف 10 از اهداف افتحگانی سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سپس خانم آیلار اسماعیلی با موضوع خبرنگاری در شرایط اخیر. بعد از ایشون آقای مهدی افشارزاده با موضوع روز معلم. سپس سرکار خانم زهرا باجلان با موضوع هنرمندان و اعتراضهای اخیر. برای بخش فرهنگی جلسه هم خانم سمانه بیرجندی بزرگ داشته مولانا. بحث آزاد رو هم با حق حیات برای همه ادامه خواهیم. منشی جلسه خانم مرضیه مهدیه، ضبط صدا و تدوین آقای سعید پورمن و آقای پویا حسابی، ادمین ها آقای حسام فانی، مصطفی منیری و خانم مرجان شبان‌نژاد. منم ستاره دیجان مسئول جلسه هستم. خانم احمدی پور اگر آماده هستید ما اخبار رو میشنویم. بفرمایید. با عرض درود و سلام خدمت شما همراهان گرامی، در خدمتتون هستم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریور ماه 1401. معاون هنری وزارت ارشاد فقط از هنرمندانی که حامی جمهوری اسلامی هستند حمایت میکنه. معاون امور هنری و هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت معاونت هنری نماینده دولت جمهوری اسلامی است و سیاست های این دولت را مبتنی بر مفاهیم انسانی و اسلامی در حوزه‌های مختلف هنری اجرایی می‌کند. محمود سالاری، معاون امور هنری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به این سوال که گاهی در فضای مجازی تقسیم بندی های جنایی از سوی برخی هنرمندان و فعالیت های معاونت هنری و وزارت ارشاد صورت می‌گیرد، شما معاون هنری کدام دسته از هنرمندان هستید؟ اظهار داشت معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد دولت جمهوری اسلامی ایران هستم. اینکه هنرمندان بگویند نماینده ما هستید چنین موضوعی صحت ندارد. برخی از هنرمندان علاقمند به یارکشی هستند. من نماینده هنرمندان نیستم، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران هستم. وی گفت معاون هنری نیامده است تا هنرمندی خلاف سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند و دولت از او حمایت کند. قرار نیست چنین اتفاقی رخ بدهد. قرار سیاست های جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مفاهیم انسانی و اسلامی در حوزه های مختلف هنری را اجرایی کنیم. اگر هنرمندی با این سیاست ها و تفکر علاقمند بود همراهی و مفاهیم اخلاقی را ترویج کند روی چشم ما جا دارد و حتما در خدمتش هست. سالاری افزود اگر هنرمندی بخواهد بی اخلاقی یا اخلاق لیبرالی را ترویج کند دلیل ندارد دولت از او حمایت کند. هر فردی که میخواهد به جمهوری اسلامی توهین کند پولش را از همان افرادی بگیرد که به او میگویند توهین کند. چه ضرورتی دارد دولت از او حمایت کند؟ معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد پول توهین به جمهوری اسلامی ایران از جمهوری اسلامی ایران نمیتواند تامین شود. حمایت فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی ایران را که امام خمینی رحمت الله بیان کردند تقویت کند. هر کس در این جریان و تقویت آن هست حتما حمایت میشود. به اظهار داشت برخی از هنرمندان معتقدند هنر کاری دلیست و میخواهند کار دلشان را انجام دهد. دولت نمیتواند پول بیت المال را به هنرمندانی بدهد که کار دلشان را انجام میدهد. از لحاظ اخلاقی شرعی و عرفی قائل به این موضوع نیستیم. هر فردی که میخواهد کار دلش را انجام دهد چه خوب که انجام میدهد، منابع مالیش را اجای دیگری تامین کند. منابع مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مختص آثاری است که بتواند جریان هنر اصیل و والای انقلاب اسلامی را پیش ببرد و این دستبندی ماست. این خبر ناقض مواد 2 عدم تبعیض، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. کتاب شعر خدا حدادی به دلیل کلمه آبان مجوزا گرفت.
خود حدادی نویسنده، شاعر و تصویرگر کتاب کودکان و نوجوانان در توییت خود از ممیزی کتاب تازهش خبر داد و دلیل آن را وجود چند واژه از جمله آبان اعلام کرده است. خانم حدادی در حساب توییتری خود نوشته است: امروز ناشر خبر داد که کتاب مجموعه اشعارم برای نوجوانان به خاطر کلمه آبان و چند کلمه دیگر مجوز ارشاد نگرفته و نخواهد گرفت. کتاب مجموعه اشعار هدی حدادی در حالی با ممیزی وزارت ارشاد روبرو شده که او تاکنون حدود 80 کتاب در هر سه حوزه تصویرگری، ادبیات داستانی و شعر در ایران و سایر کشورهای جهان به چاپ رسانده است. خانم حدادی همچنین جوایز متعددی از جشنواره‌های ایرانی و خارجی از جمله مدال طلای بهترین کتاب تصویری در جایزه بین‌المللی کتاب آمریکا و پلاک طلای فستیوال براتیسلاوا را دریافت کرد. اعتراضات سرسری سال 1398 از روز 24 آبان و به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شده و به سرعت بیشتر شهرهای ایران را فرا گرفت. نظام جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات دست به یکی از گسترده‌ترین کشتارهای خیابانی تاریخ معاصر ایران زد. شمار دقیق جانباختگان این اعتراض مشخص نیست، اما برخی منابع از جمله رویترز شمار کشته شدگان را تا 1500 نفر برآورد کرده است. این خبر ناقض مواد ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. در پی گشایش پرونده جدید، حسن عباسی به دادسرای بندرعباس احضار شد. حسن عباسی روزنامه‌نگار پنجشنبه 10 شهریور ماه در پی گشایش پرونده جدید به شعبه 5 دادیاری دادسرای بندرعباس احضار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنجشنبه 10 شهریور 1401 در پی گشایش پرونده جدید حسن عباسی روزنامه‌نگار به شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار شد. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا با اشاره به اینکه پرونده مذکور با شکایت دادستان بندر لنگ علیه وی گشوده شده، اتهام مطروح علیه این شهروند را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. روز چهارشنبه 19 مرداد ماه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده دیگر حسن عباسی برگزار شد. بیشتر یک منبع مطلع با اشاره به اینکه این جلسه در شعبه یک دادگاه کیفری شهرستان کرمان از بابت رسیدگی به اتهامات افترا و نشر اکاذیب برگزار شده بود که فخاص پرونده شهروند در تاریخ 24 فروردین ماه توسط شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان صادر شده. این پرونده با شکایت محمد رضا پور ابراهیمی داورانی نماینده کرمان در مجلس گشوده شده است. شکایت این نماینده به دنبال طرح سوالاتی در قالب یادداشتی انتقادی خطاب به وی صورت گرفته و پس از جلسه از این عضو خانه مطبوعات خواسته شده بود که طی روزهای آینده در شعبه اول بازپرسی دادسرا جهت ارائه دفاعیات حاضر شود. این خبر ناقض مواد ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تعبید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. دادگاه انقلاب اهواز محکومیت فرامرز سدهی فعال ادبی به جریمه نقدی بدل از حبس. دادگاه انقلاب اهواز با صدور دادنامه فرامرز سدهی را به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس محکوم کرد. او بیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز به عضویت در گروه های معاند نظام به قصد فعالیتی تبلیغی علیه نظام از طریق نشر کتاب تفهیم اسلام شده بود. بر اساس دادنامه صادر توسط شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز که به فرامرز سدهی ابلاغ شد، وی به اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد فعالیتی تبلیغی علیه نظام به تحمل 2 سال و 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نشر کتاب به تحمل 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری محکوم شده است. با توجه به فقدان سابقه کیفری، غولت سن، تأهل و بیماری، مجازات حبس این فعال ادبی به پرداخت 32 میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شده است. این خبر ناقض مواد 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. ارجاع پرونده هوشنگ غنی‌زاده روزنامه‌نگار به دادگاه کیفری 1 کرمان. هوشنگ غنی‌زاده روزنامه‌نگار اهل کنوج در پی شکایت فرمانداری این شهرستان با گشایش پرونده روبرو شد. این پرونده هم اکنون به دادگاه کیفری 1 کرمان ارجاع داده شده.
به گزارش خبرگزاری هرونا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، پرونده هوشنگ غنی‌زاده روزنامه‌نگار به دادگاه کیفری کرمان ارجاع شد. بر اساس دادنامه صادره، این پرونده با شکایت فرماندهی شهرستان کنوش برای آقای غنی‌زاده گشوده شده. در حالی که وی دارای مجوز قانونی روزنامه‌نگاری بوده و فعالیت‌های در فضای مجازی نیز با آرم نشریه صورت گرفته است. هوشنگ غنی‌زاده فرزند ابراهیم متولد 1354 روزنامه‌نگار و اهل شهرستان کنوش است. به پیش از این نیز از بابت فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است. این خبرنامه مواد 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 23 حق امنیت شغلی از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. بعد اشتری افشاگر سفر خانواده محمد باقر قالیباف به 18 ماه حبس محکوم شد. حکم 18 ماه حبس وحید اشتری روزنامه نگار توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران تایید شده است. او همچنین در پرونده دیگر خود از بابت خبررسانی زربشتر سرباز بابولی به 91 روز حبس محکوم شده است. بعد اشتری افشاگر سفر خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه است که به رسوایی سیسمونگیت معروف شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم 18 ماه حبس وحید اشتری افشاگر روزنامه نگار توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران تایید شد. بر اساس این گزارش آقای اشتری گفته است که قاضی دادگاه به او اجازه دفاع از مستنداتش در مورد پرونده سیسمونی هولینگ یاس و عضویت حسین طاهر رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه در خیریه انصار ولایت نداده است. این خبر ناقض مواد 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. استان البرز محمد طاهری خورم عکاس و فعال مدنی به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد. محمد طاهری خورم عکاس و فعال مدنی به اداره پیگیری وزارت اطلاعات در استان البرز احضار شد. او در اعتراضاتی که اخیراً برگزار شده بود شرکت کرده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در روزهای اخیر محمد طاهری خورم عکاس و فعال مدنی ساکن کرج جهت بازجویی به اداره پیگیری وزارت اطلاعات در استان البرز احضار شد. علت احضار محمد طاهری خورم به طور دقیق اعلام نشده، اما وی اخیراً در اعتراضاتی که به قتل مهسا امینی برگزار شده بود مشارکت کرد. لازم به ذکر است محمد طاهری خورم بیش از این هم با توجه به فعالیت‌هایی که همچون کمک به خانواده‌های زندانیان، حمایت از کودکان کار و خیابان، حمایت از خانواده‌های جان باختگان اعتراضات آبان 1398 و سایر فعالیت‌های مدنی خود در فاصله سال‌های 1399 تا 1400 در ندامتگاه مرکزی کرج دوران حبس خود را سپری کرد و سپس به طور مشروط آزاد شد. این فعال مدنی در اسفند ماه 1400 در جریان یک جنبش مدنی برای حمایت از شهروندان ساکن استان خوزستان و اصفهان پس از بازداشت توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. نیروفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شد. بر اساس گزارش های رسیده از ایران، 31 شهریور ماه نیروفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شده است. نیروفر حامدی بیشتر ویدیویی از تیراندازی یک مامور گشت ارشاد به یک زن و شوهر در پارک پردیسان تهران مربوط به 8 اردیبهشت ماه منتشر کرده بود. این زوج بدتر در مصاحبه‌ای با خانم حامدی که در شرق منتشر شد افشا کردند که نیروی انتظامی حق را به مامور داده و با آنها اتهام کشف حجاب زده است. هنوز مشخص نیست. ممنون شما اخبار جمع‌بندی بفرمایید. بله. اینم تا آخر بخونم بعد جمع بریم. آره ممنونم.
از مشخص فرساز چه ادامه این روزنامه نگار بازداشت شده است، ولی بنا به اخبار رسیده نیروهای امنیتی صبح امروز پنجشنبه خانم حامدی را در منزلش در تهران بازداشت کردند، ولی وکیل خانم حامدی با تایید این خبر از توقیف وسایل و تفتیش خانه او خبر دادند. این خبر نقض مواد 8 ماده رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی در همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. موجی مشهور صدا و سیما ممنوع فعالیت شد. بطلی ها نوشت بر اساس خبرهای غیر رسمی مجتمع پوربخش، موجی صدا و سیما و برنامه فوتبالی به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی ممنوع فعالیت شد. گفته می شود این گفته های پوربخش و تاکیدش بر در کنار مردم بودن دلیل ممنوع فعالیتی این موجی تلویزیون است. این خبر نقض مواد 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. متاسفانه اخباری که بود بیشتر در زمینه زندانی و اینجور قسمت ها از هموطنانمون بود و خیلی بیشتر از این هم هست. خب به دلیل این که وقت محدوده من مایک رو رها میکنم. ممنون از فرصتی که به من دادیم. ممنونم از شما، ممنون برای ارائه اخبار. آقای مصطفی منیری رو میشنویم با بررسی فکر می کنم فرماسیون 10. خواهیتون زحمت میکشید آقای منیری بگید عنوان شما. مرسی. سلام. بله، بررسی هدف 10 از کنوانسیون 2030 یونسکو. حالا یه سری مطالب آماده کرده بودم، اما خب دیگه الان کامل مختصر بیانشو میکنم. بیشتر به خود کنوانسیون میپردازم یه فعلا، چون وقت زیر وقت هم داریم. من اول از همه خود هدف 10، هدف اصلی 10 از کنوانسیون رو میخونم براتون. هدف اصلی 10، کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها. رشد 10.1، رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر پایین جمعیت جهان که 40% کل جمعیت را شامل می شود، به بالاتر از میانگین ملی تا سال 2030. من اول از همه پیش از اینم عرض بکنم، میگه کاهش نابرابری، خب کلا بسیاری از حقوق کاملا به هم مرتبط هستن. مثلا ما توی خود همین سند DC راجع به فقر صحبت میشه، فکر کنم هدف دومش باشه، راجع به فقر صحبت میشه. حتی این هدف دوم باز تا یه حدودی به این هدف دهم مرتبط هست که کاهش نابرابری و عدم تبعیض. حالا باز من ادامه میدم. 10.1 رو خوندم. 10.2، توانمندسازی همه افراد و ترویج حضور فعال همه اقشار جامعه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره. این آیه جهانی فرمودن هدف اول بود، بله، ریشه‌کن کردن فقر. میخواستم عرض بکنم من دوباره این هدف دوم رو میخونم چون خیلی مهمه ببینیم کجاها واقعا هیچ تبعیضی نباید وجود داشته باشه. توانمندسازی همه افراد و ترویج حضور فعال همه اقشار جامعه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره. زیر هدف اصلی سوم تضمین ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه، از جمله از طریق از میان بردن قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ترویج قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه. من حالا بعد از خوندن تمام این هدف یه نگاهی میکنیم به قانون اساسی
که ببینیم کجاهاش مشکل داره. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، این کلمه همه رو روش توجه بکنیم. کلمه همه، برای همه، حالا بعضی جاها برای همه اشخاص گفته، برای همه ملت گفته، این موضوع رو دقت بکنیم. گزینه چهارم، سیاست گذاری به ویژه در حوزه‌های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر. مورد پنجم، بهبود سازماندهی و پایش مؤسسات و بازارهای مالی جهانی و تقویت اجرای این گونه از قوانین. 10.6، تضمین حضوری پررنگتر و توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری ها در مؤسسات مالی و اقتصادی بین المللی، با هدف تبدیل این مؤسسات به نهادهای مؤثرتر، مطمئنتر، پاسخگوتر و با دار بودن مشروعیت قانونی بیشتر. مورد هفتم، تسهیل جابجایی مرتب، منظم، ایمن و مهاجرت مسئولانه مردم، از جمله از طریق اجرای سیاست هایی که در زمینه مهاجرت به خوبی برنامه‌ریزی و مدیریت شده. اینها زیر اهداف اصلی بودن، زیر اهداف فرعی رو هم بیان میکنم. زیر اهداف اصلی، حالا من دوباره یه توضیح کوتاه خدمتتون عرض بکنم، زیر اهداف اصلی در واقع با اعداد و ارقام قابل چطور بگم معیار قابل سنجش هستن، با اعداد و ارقام قابل سنجش هستن. اما زیر اهداف فرعی که دقیقا توی خود همین سند ابتداش در واقع توضیح داده، با آمار نمیشه دقیقاً به اونها پرداخت، به خاطر همین با عنوان زیر اهداف فرعی در واقع بهشون پرداخته میشه. 10.ا اجرای اصل انجام رفتاری ویژه و متمایز در برابر کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی، در راستای موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی. 10.ب ترغیب به ارائه کمک‌های رسمی برای توسعه و کمک مالی به کشورهایی که نیاز آنها از همه بیشتر است، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای آفریقایی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و در حال توسعه محصور در خشکی. این کمک‌ها در راستای مقررات ملی کشورها ارائه خواهد شد، از جمله راه‌های ارائه این گونه کمک‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. 10.ج کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از 3% و از بین بردن روش های حواله کرد با هزینه بالاتر از 5% تا سال 2030. این شرح هدف 10 بود. من کوتاه راجع به اول یه اشاره‌ای داشته باشم به اعلامیه جهانی حقوق بشر که راجع به این عدم تبعیض و این نابرابری، کاهش نابرابری کجاها در واقع اشاره کرده بهش. توی ماده 1، دقیقاً توی ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده تمام افراد بشر آزاد بدونید و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده 2 هم عدم تبعیض که میگه هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. منظورش اینه که کلن و شکل سیاست هیچ ارتباطی به این حقوق نداره و در واقع جزء حقوق ذاتی محسوب میشه. حالا میایم سراغ قانون اساسی. قانون اساسی، من اصل 19 رو خدمتون عرض میکنم.
توی قانون اساسی اصل 19 هم میگه مردم ایران از هر قوم. آها من پیش از اون ببخشید، پیش از اون من خدمتتون عرض بکنم که همه ما میدونیم قانون اساسی بر اساس موازین اسلامی. همین الان ما هم توی هدف دهم سند 20C و هم توی مواد اعلامیه جهانی متوجه شدیم که مذهب هم جزء مواردی نیست که باعث تبعیض بشه، هیچ موردی باعث تبعیض نباید بشه. اما کلن همین قانون اساسی که بر اساس موازین اسلامی نوشته شده در واقع پایش یک تبعیض برای مسلمانان، تبعیضیه که خب مسلمانان مطمئناً جایگاه بیشتری دارن توی قانون اساسی. حالا میایم سراغ اصل 19. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند. جالب اینجاست یک سری از کلماتش دقیقاً توی همون سند هم هست، توی اعلامیه جهانی هست، اما یکی از مهمترین کلمات که مذهب هست کامل از این خصوصیات و صفات کامل کشیده شده بیرون. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این قسمتش دقت کنید، و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. عرض کردم دقیقاً مشکل اصلی قانون اساسی همین کلمه رعایت موازین اسلامه. تا اونجا خوب بود، اما دقیقاً مشخصاً خب دوستان که مطمئناً توی ذهنشون باشه از همون ابتدا قانون اساسی از قانون اساسی فرانسه در واقع الهام گرفته شده بود و یه سری کلمات دقیقاً فقط توش جایگزین شده. با رعایت موازین اسلام به نظر من جز یکی از همین کلماته. در مقایسه اجرایی قانون جمهوری اسلامی ایران حتم به یقین به این حقیقت میشه دست پیدا بکنه که به طور سیستماتیک تمامی این حقوق برای پیروان ادیان دیگه مثل جامعه بهایی ها و مسیحیان و سنی ها توسط اتخاذ تصمیمات و دستورات رأس رژیم آقای خامنه‌ای این حقوق زیر پا گذاشته میشه. به عنوان مثال میشه اشاره کرد به محرومیت دانش آموزا و دانشجوهای جامعه بهایی و مسیحی و سنی حتی که متاسفانه از تمامی حقوق شهروندی و آموزش پرورشی خودشون محروم و دقیقاً مرداد امسال حالا بر اساس آماری که دقیقاً از توی قانون درآوردیم این وضعیت برای اونها خیلی وخیم‌تر بود به شکلی که دیگه اون ماجرای نقص در پرونده که برای تمام بهایی ها اتفاق می‌افتاد یک جورای کامل فراگیر شده. حالا آمارشو دقیقا یادم نمیاد اما فکر میکنم نزدیک به 80 الی 90 نفر محروم شده بودن از بهایی ها سر همین موضوع که حالا اون بحثش هم کرده بودیم که اصلا نقص در پرونده یک عبارتی که صرفا برای بهایی ها به کار برده میشه و حالا اتفاقا آقای افشارزاده هم اینجا تشریف دارن بحثشو کردن که اصلا یک بستر قانونی نداره این موضوع و این محرومیت بهاییان از تحصیل چون بستر قانونی نداره در واقع میان یک راه گریز میزنن و میونبری میزنن و با یک عنوان نقص در پرونده رو اعلام میکنن تا بتونن به مقاصد خودشون برسن. متاسفانه حالا اون ماجرای همون نقص در پرونده باز دوباره توی قانون اساسی اصل سومشه که میگه آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه. من این عرض کردم برای همه رو حتما دقت بکنیم، این توی قانون اساسی اومده، آموزش پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه باز برای همه.
در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تأمین بیمه. من عرض کردم میخوام سخنرانیمو متاسفانه مجبورم خیلی کوتاه بکنم. خیلی مختصر راجع به این مسائل صحبت کردم، یعنی در واقع فقط از روشون خوندم و من از روشونم که بخونیم حتی نیازی به موشکافی نداره. شدیداً یک سری تناقض‌ها رو ما باهاشون روبرو میشیم که خب دیگه حالا اسمش هم روشه دیگه، جمهوری اسلامیه. از همون لحظه‌ای که کلمه اسلامی میاد واقعا نباید ازش انتظار کاهش نابرابری و عدم تبعیض رو داشته باشیم. این تبعیضات عذر میخوام، من کوتاه دوباره خدمتون عرض بکنم که من ماده دوی اعلامیه جهانی دقیقا یک جا که میگه هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز خصوصا از حیث نژاد. ما اگر دقت بکنیم میبینیم که توی سیستان و بلوچستان هموطنهای بلوچمون شدیدن این تبعیض‌ها در حقشون اعمال میشه. رنگ، حالا اونقدر رنگ‌های متفاوتی شاید توی ایران نداشته باشیم. جنس که دیگه کلن ما همیشه داریم داد میزنیم و اصلا کلن همین من اسمشو میذارم انقلاب. البته خب بر اساس صحبتهایی که قبل‌تر شد ظاهرا انقلاب در واقع اعتراضیه که به پیروزی میرسه، پس ما به هیچ وقت پیش از چی نمیتونیم، پیش از پیروزی یک اعتراض، اصلا انقلاب مربوط به تاریخ با این تفاصیلی که پیشتر گفته بودیم. اما این انقلاب، انقلاب زنانه، به خاطر زنانه و به خاطر شروعش، حداقل شروعش و شعارش زن زندگی آزادی، به خاطر زنانه. و میبینیم که یک قسمت اعظمی از حقوق زنان که به عنوان جنسیت در واقع محسوب میشه پایمال شده. حالا حتی همین جنس، من یک نکته دیگر هم خدمتون عرض بکنم، همین مسئله جنس هم ما در حال حاضر گاهی وقتا فقط زنان و مردان رو جدا میکنیم و جامعه LGBTQIA+ رو اصلا کلن توی این زمینه نمیانیم. اما این موضوع دقیقاً توی ماده دو حتی عدم تبعیض برای اونها هم مد نظر قرار داده میشه. هر یک جمله که میگم اینها خودش یک کتابی، دوستان دیگه توی کانون راجبه صحبت کردم، فقط در واقع من در حد اشاره خدمتتون عرض میکنم. همچنان سراغ ماده دو اعلامیه جهانی میرم. عرض کردم نژاد، رنگ، جنس، زبان. زبان من خدمت رو عرض بکنم در حال حاضر زبان رسمی صرفا فارسیه و بسیاری از مثلا کردهای کشورمون، آذری زبانهای کشورمون بهشون اجازه تدریس زبان مادری داده نمیشه و شدیداً روی اون مسئله هم تبعیض قائل میشن. مذهب که دیگه اصلا کلا بحثش جداست. عقیده سیاسی هم کلن همه جمهوری اسلامی رو میشناسیم به عنوان یک حکومت تک حزبی و هیچ حزب دیگه‌ای واقعا قابلیت ابراز وجود نداره و یا هر عقیده دیگه. همچنین ملیت شدیداً ما میتونیم ببینیم توی برای همزبان‌های افغانمون چه تبعیضی صورت میگیره. بسیاری از اونها متاسفانه مدارک شناسایی ندارن، بسیاری از اونها اجازه تحصیل ندارن به خاطر اینکه مدارک شناسایی ندارن و این تبعیض ملیت هم در واقع اتفاق میفته. وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر. من تازه می‌خواستم کوتاه صحبت کنم. مرسی، ببخشید، مرسی که به حرفم گوش کردید. من اینجا تموم می‌کنم.
مرسی. ممنون از شما آقای منیری، ممنون برای صحبت هاتون و اطلاعاتی که دادید. اگه موافق باشید بریم سراغ سخنران بعدیمون. سرکار خانم آیلار اسماعیلی هستن با موضوع خبرنگاری در شرایط اخیر. خانم اسماعیلی مایک برای شما. ممنون، بفرمایید. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی. اعتراضات در ایران از روز جمعه 25 شهریور و در پی اعلام خبر جانباختن مهسا ژینا امینی که توسط گشت ارشاد بازداشت و شکنجه شده بود آغاز شد و به سرعت به تظاهرات سراسری ضد حکومتی تبدیل شد. به باور تحلیلگران این مرحله از تظاهرات ضد حکومتی در ایران که با شعار زن زندگی آزادی و مشارکت پیشگام زنان در اعتراض به خشونت علیه زنان و در واکنش به قتل مهسا امینی آغاز و با حمایت گسترده بین‌المللی همراه شده، بزرگترین خیزش مردم ایران در 14 دهه اخیر و مبارزه پیشگام برای انقلابی فمینیستی در جهان است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای و منابع داخل ایران فهرستی از روزنامه‌نگارانی تهیه کرده که در راستای سرکوب در ایران توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این فهرست که هر روز به روز می شود تا کنون نام 40 روزنامه نگار بازداشتی گزارش شده در سرتاسر ایران را تهیه کرده است. خبرنگار اول یلدا معیری، عکاس خبری. خبرنگار دوم نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه اصلاح طلب شرق تهران. خبرنگار سوم ایمان بهبسند، مفسر سیاسی، ستون نویس و گزارشگر مسائل زنان. خبرنگار چهارم روح الله نخعی، گزارشگر سیاست خارجی. خبرنگار پنجم علیرضا خوشبخت، خبرنگار سیاسی. خبرنگار ششم زهرا توحیدی، خبرنگار سیاسی. خبرنگار هفتم فاطمه رجوی، خبرنگار اقتصادی. خبرنگار هشتم مجید توکلی، مفسر و ستون نویس سیاسی. خبرنگار نهم مرضیه طلایی، خبرنگار خبرگزاری کردی مبکریا. خبرنگار دهم مسعود کردپور، مدیر مسئول خبرگزاری مبکریا. خبرنگار یازدهم خسرو کردپور، سردبیر و خبرنگار پایگاه خبری مبکریان و برادر مسعود کردپور. خبرنگار دوازدهم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه دولتی همیهن. خبرنگار سیزدهم الناز محمدی، خبرنگار سیاسی دو ماهنامه نیمه دولتی اندیشه پویا و خواهر دوقلوی الهه محمدی. خبرنگار چهاردهم ویدا ربانی، مفسر سیاسی که اخیراً به 10 سال و 4 ماه حبس و محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شده است. خبرنگار 15 حامد شفیعی، خبرنگار سیاسی و اجتماعی. خبرنگار 16 احمد رضا حلبی ساز، عکاس خبری. خبرنگار 17 سروناز احمدی، خبرنگار سیاسی و فرهنگی مستقل که اخیراً از کار اجباری کودکان خبر داده است. خبرنگار 18 حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس. خبرنگار 19 المیرا بهمنی، گزارشگر آزاد، مفسر و مقاله نویس مسائل حقوق زنان. خبرنگار 20 بتول بلالی، خبرنگار هفته نامه دولتی پاسارگاد. خبرنگار 21 سمیرا علی نژاد، خبرنگار پایگاه خبری دولتی راوی نیوز سیرجان. خبرنگار 22 جبار دستباز، خبرنگار مستقل کرد که درباره مسائل زنان گزارش می نویسد. خبرنگار 23 مهنوش تفیان، خبرنگار سیاسی مستقل. خبرنگار 24 فرشید قربانپور، مقاله نویس و مفسر سیاسی و ادبی در روزنامه هفته صبح. خبرنگار 25 آریا جعفری، عکاس خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا. خبرنگار 26 مبین بلوش، خبرنگار مستقل. خبرنگار 27 جواد شاکر، سردبیر روزنامه دانشگاه صنعتی شریف. خبرنگار 28 البرز نظامی، گزارشگر مالی روزنامه دنیای اقتصاد. خبرنگار 29 صفیه قره‌باغی، خبرنگار مستقل که مسائل زنان را در زنجان گزارش می‌دهد.
خبرنگار سیام علیرضا جباری دارستانی، خبرنگار فرهنگ و هنر خبرگزاری دولتی مهر، خبرنگار 31 سیاوش سلیمانی روزنامه‌نگار آذربایجانی، خبرنگار 32 علی خطیبزاده خبرنگار خبرگزاری مبکریان، خبرنگار 33 شهرام آزموده مدیر مسئول ماهنامه تالش، خبرنگار 34 علی سالم سردبیر بخش تحلیل اندیشه در روزنامه اصلاح طلب شهر، خبرنگار 35 مشتبه رحیمی خبرنگار 33، خبرنگار 36 سپید سالاروند مستندساز و برنده جایزه، خبرنگار 37 فردین کمانگر سردبیر مجله کردی گوران و رئیس پیشین خانه مطبوعات، خبرنگار 38 محمد زارع قومنی ناشر روزنامه صدای عدالت، خبرنگار 39 سبا شیردوز خبرنگار آزاد و خبرنگار 40 میلاد فدایی اسب به همراه همسرش بازداشت و به انفرادی منتقل شده است. نخستین کسی که از ماجرای مهسا امینی پرده برداشت خانم نیلوفر حامدی بود. وکیل خانم حامدی میگوید موکلش نزدیک به 1 ماه است در زندان اوین بدون هیچ اتهامی در سلول انفرادی به سر میبرد. خانم حامدی در 16 سپتامبر 2022 عکسی از پدر و مادر مهسا امینی 22 ساله را در یکی از بیمارستان‌های تهران که دخترشان در آنجا بستری بود و یکدیگر را در آغوش گرفته بودند از طریق توییتر منتشر کرد. مرگ خانم امینی در اواخر همان روز موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر ایران به وجود آورد که با وجود سرکوب دولت هفته هاست که همچنان ادامه دارد. وی در 13 سپتامبر 2022 به دلیل نداشتن پوشش مناسب توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. خانم حامدی چند روز پس از انتشار این عکس در 22 سپتامبر 2022 توسط ماموران اطلاعات بازداشت و صفحه او در توییتر به حالت تعلیق درآمد. مقامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اعتراضات در کشور که یکی از بزرگترین چالش‌ها پس از پیروزی انقلاب سال 57 محسوب می‌شود، به استفاده از دور متوسل شدند. کمیته حمایت از خبرنگار CPG از مقامات ایرانی خواسته است در اسرع وقت بدون قید و شرط همه خبرنگارانی که به دلیل پوشش خبری مرگ مهسا امینی و اعتراضات پس از آن دستگیر شدند را آزاد کنند. در نامه باشگاه روزنامه‌نگاران ایران خطاب به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه آمده است: ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای اژه‌ای، بر کسی پوشیده نیست که کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و در چنین شرایطی رسانه‌ها و خبرنگاران بیشتر از همیشه در تیرس انتقادات و اتفاقات مختلف و خطرناک قرار می‌گیرند. متاسفانه بخش بزرگی از رسانه‌ها، روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران ما با روزنامه‌نگاری در شرایط بحران ناآشنا هستند. در تمام این سال‌ها به واسطه این ناامنی شغلی و افزایش هزینه‌های رسانه‌داری، کسی به آنها آموزش نداده تا اگر در بحران‌هایی که نظام سیاسی کشور هدف قرار گرفت، آنها چگونه باید رفتار کنند و چه روشی داشته باشند. مقصر وضع موجود خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیستند. عموم روزنامه‌نگاران ما تمام کسانی که در این آب و خاک ماندند و فارغ از دستبندی‌های سیاسی و اجتماعی قلم می‌زنند و با کمترین حقوق و مزایا به کار اطلاع رسانی مشغول هستند، بیشک نه خائن به وطن هستند و نه سودای قدرت و قدرت طلبی دارند. آنها می‌خواهند صدای مردم خود باشند و به کشف حقیقت کمک کنند. پرده‌ای از پرده‌ها را بالا بزنند تا ضمن شفافیت به نهادهای ناظر برای ارزیابی دقیق کمک کرده باشند. در اتفاقات اخیر نیز چنین بود. روزنامه‌نگاران در وقایع اخیر تلاش کردند خبری را در زمینه درگذشت شادروان مهسا امینی منعکس کنند. به باور آنها اتفاق ناگواری رخ داده بود. با پرسش از این و آن، حضور در بیمارستان یا شرکت در مراسم خاکسپاری، تلاش کردند تصویری دقیق‌تری از واقعه و درگذشت ایشان را ارائه کنند تا اگر کمیته تحقیق و مدیران قضایی بر آن بودند، مستنداتی برای تحقیق داشته باشند. یکی از آن مستندات همین روایت‌ها و گزارش‌ها باشد. دیگر روزنامه‌نگاران نیز برای تهیه گزارش در برخی از تجمعات حاضر شدند. در این میان ممکن است خطایی هم صورت گرفته باشد که از آن مقام محترم استدعا داریم با رفعت اسلامی از آن چشم پوشی کنند. آنچه در روزهای اول حادثه رخ داد با آنچه در روزهای بعد ادامه پیدا کرد یکی نیست. بیش از 40 روزنامه‌نگار این روزها در بازداشت به سر می‌برند که بخش اعظمی از آنها در روزهای ابتدایی بازداشت شدند.
به همین دلیل جا دارد که مسئولان عالی و محترم قضایی قضات گرامی و ضابطان این موضوع را مد نظر داشته باشند. بیشک حوادث می‌گذرند و آرامش به جامعه باز می‌گردد. روزنامه نگاران چشم یک جامعه آگاه هستند. مهمترین درس بحران اخیر این بود که باید مرجعیت خبری را به داخل کشور بازگردانیم و این کار ممکن و میسر نیست مگر با ترویج و تشویق روزنامه نگاری آزاد، تقویت رسانه‌های داخل کشور و اعتماد و اطمینان به روزنامه نگاران. این افراد فرزندان این آب و خاک هستند و جناب عالی می توانید با بزرگواری از اشتباهات احتمالی آنها بگذرید و راه آزادی و بازگشت آنها را به خانواده هایشان فراهم کنید. با امید بر آزادی ایران و ایرانی و رهایی یافتن مردم ایران از ظلم 43 ساله جمهوری اسلامی ایران. هدف از این سخنرانی بیشتر نام بردن از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی در طی هفته‌های اخیر بود، چون که اطلاعات بیشتری در مورد وضعیتشون موجود نیست و حتی خیلی از خبرنگاران رو هم نمی‌دونیم که کجا بازداشت هستن، فقط می‌دونیم که در بازداشت به سر می‌برن. مرسی که به سخنرانی من گوش دادید. ممنون از شما خانم اسماعیلی، ممنون برای موضوعی که انتخاب کرده بودید و اطلاع‌رسانی که انجام دادید. دوستان اگر موردی هست که به سخنرانی خانم اسماعیلی اضافه کنید میشنویم ازتون. در غیر این صورت اگر جناب آقای افشارزاده آماده هستن سخنرانی ایشون رو با روز معلم میشنویم. آقای مهدی افشارزاده با موضوع روز معلم. بفرمایید آقای. با سلام خدمت همه شما خوبم. آموزگار یا معلم کسیه که پیشش آموزش به دیگرانه و تدریس در آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت که شغل و کار اون به شما میاد. در فرهنگ فارسی معلم رو معادل با واژه‌هایی مثل تعلیم دهنده، آموزاننده و آموزگار آوردند. در لغت‌نامه دهخطا نیز معلم به معنی آموزاننده است و مدرس و آموزگار. در فرهنگ علوم و رفتاری دو تعریف از واژه معلم ارائه شده. کسی که به منظور آموزش برای کده دانش آموز انتخاب شده و کسی که دوره تربیت معلم رو تمام کرد. سابقه نامگذاری روز معلم در 12 اردیبهشت به قبل از انقلاب 57 برمی‌گردد و مناسبت اون کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز 12 اردیبهشت سال 1340 در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود. در سطح بین‌المللی به پیشنهاد یونسکو روز 5 اکتبر 13 مهر هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است. با این حال در بسیاری از کشورها این روز در روز متفاوتی جشن گرفته می‌شود. ابوالحسن خانعلی معلمی ساده و معمولی و بدون گرایش حزبی بود. همه احزاب از او تجلیل کردند، اما تاکنون هیچ حزبی ادعای وابستگی او را به خود نکرد. پس از این واقعه حکومت وقت برای دلجویی از معلمان روز 12 اردیبهشت رو به یاد مرگ خانعلی روز معلم نامگذاری کرد. پس از انقلاب سال 57 و ترور مرتضی مطهری در 11 اردیبهشت 1358 روز کشته شدن وی با یک روز تأخیر اعلام شد و 12 اردیبهشت مجدداً به این مناسبت به نام روز معلم نام گرفت. پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان که شب قبل اتفاق افتاده بود در 12 اردیبهشت منتشر شد و به همین مناسبت نیز همین روز دوباره به نام روز معلم نامگذاری گردید. ماجرا از این قرار بود که باشگاه مهرگان با یا همان مجمع صنفی معلمان در 18 بهمن 1339 طی قطعنامه هایی درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرده بودند.
ریاست این باشگاه با فردی به نام محمد درخشش بود. باشگاه مهرگان در لالزار نو در خانه 500 متری قرار داشت. در این قطعنامه اومده بود که معلمین میگویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جز در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت. و ما خودمان مکرراً نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانس در وزارت فرهنگ ماهی 400 تومان می‌گیره. برای لیسانس دیگر با همان تحصیلات و با معلومات در یک سازمان دولتی دیگر 2500 تومان دریافت می‌کنه. در پی این قطعنامه که به نام قطعنامه مهرگان نامگذاری شد، معلمان زیادی حمایت خود را از اون اعلام کرد. دولت وقت در آن زمان به نخست وزیر جعفر شریف امامی تازه تشکیل شده بود. جانشاه صالح وزیر فرهنگ وقت لایحه حقوق جدید فرهنگیان را به مجلس برده بود. اما این لایحه مورد موافقت معلمان نبود. بنابراین به درخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز 12 اردیبهشت 1340 دست به اعتصاب زدند و مدارس رو تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند. ماموران نظام شاهنشاهی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آبپاش استفاده کردند، اما معلمان با اینکه خیس شده بودند در جای خود ماندند. گفته می شود ردیف اول که معلمان زن بودند بیشتر در معرض خیس شدن. بنا به روایتی در این میان عده‌ای از معلمان برای اینکه جلوی خیس شدن همکاران خود را بگیرند تلاش کردند مسیر شلنگ‌های آبپاش را منحرف کنند و بدین ترتیب درگیری بین معلمان و ماموران شدت گرفت. ماموران با تیراندازی هوایی و استفاده از باتون می‌خواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت سرگود ناصر شهرستانی رئیس کلانتری بهارستان با شلیک تیر مستقیم موجب تحولات بیشتری در انجام شد. سه نفر در اثر تیراندازی ماموران و حمله با سرنیزه مجروح شدند و یکی از گلوله های شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست. خانعلی اهلی که از توابع تهران به نام کن بود و به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف تدریس می‌کرد. گفته می‌شود که جنازه خانعلی از بیمارستان بازرگان به مسجد اسکندری منتقل شد و 100 معلم دور جنازه او گرد هم آمدند. جعفر شریف امامی در خاطرات خود نوشت وقتی خانعلی تیرخور ساعت 11:30 شب به کاخ شاه احضار شد، شاه گفت قرار است فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیاندازند و شروع کنند. امامی به شاه وعده داد که جلوی اخلالگری را بگیره و با وجود قول نخست وزیر به شاه تشییع جنازه در روز 13 اردیبهشت به بزرگترین تظاهرات خیابانی و بعد از کودتای 28 مرداد تبدیل شد. نه تنها معلمان که گروه های مختلفی در تشییع جنازه او حضور یافتند. در پایان این تشییع جنازه باشکوه قطعنامه قرائت شد که مهمترین بندهای آن درخواست استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات این فرد بود. و در پی این حوادث شریف امامی روز 16 اردیبهشت استعفای خود را به دربار تسلیم نمود. برای همین نامگذاری در 12 اردیبهشت به نام روز معلم تصویب شد. معلمان چون درباره فقط بخوایم درباره روز معلم موضوعات همین خط بود، بخوایم درباره زد در مشکلات معلمان صحبت کنیم. ما اعتصاب معلمان رو سال گذشته داشتیم. اعتصاب میکردن، تجمع مقابل مجلس داشتن و در این بین دانشجویان و قشرهای دیگه هم به اونا پیوستن. خیلی وقتا تلاش میکردن که اوضاع رو آروم کنن و
ولی اون اوضاع آروم شدنی نبود. با توجه به شرایطی که بازنشستگان دارن، با شرایطی که حقوق داره، حقوقی که به این افراد داده میشه. در یکی از گزارش‌هایی که ارائه شده بود نوشته بود که معلمان حق تدریسی بزرگترین مشکلی که دارن فقدان امنیت شغلیه به عنوان یک معلم. یعنی ما وقتی فرزند رو وارد مدرسه میشه، در اونجا آموزش میبینه، در اونجا تعلیم میبینه و آماده میشه که وارد جامعه بشه، ولی متاسفانه وقتی حکومت و دولت ارزشی برای کار معلمی قائل نیستن، اتوماتیکوار، حالا وجدان کاری رو که داریم اون قضیه شده، ولی اتوماتیکوار از کیفیت کاری اون معلم کم میشه. متاسفانه این حقوق و دستمزدها در مقایسه با مدرک و میزان تحصیلات و مهارت ها بسیار کمه. و جالبه که همین میزان حقوق اندک هم پس از ماه‌ها به معلم ها پرداخت میشه. و این فقط یکی از مشکلات خیلی ساده شونه. ما هماهنگ نبودن ساعات تدریس و میزان بیمه که از بزرگترین موزلات فرهنگیانه آگاهی داریم. و بزرگترین کاری که کردن چی بود؟ کمیسیون اصل 90 اگه اشتباه نکنم که اومدن پیگیری کردن. نتیجه چی؟ نتیجه چی اعلام کردن؟ گفتن به تازگی در مجلس به وزیر آموزش و پرورش تذکر دادیم که در آستانه روز معلم مطالبات فرهنگیان رو پرداخت کنه، چرا که تکریم معلم بدون توجه مطالبات او در این روز بی‌معناست و معلم حق داره که در این زمینه اعتراض کنه. تا ما فقط کافیه یک مقایسه بسیار کوتاه کنیم بین حقوقی که معلمان در ایران میگیرن و کشورهای همجوار و متوجه میشیم که اصلا حقوقی دریافت میکنن در ایران. افزایش میزان حقوق فرهنگیان در اختیار شورای حقوق و دستمزد رئیس این شورا که رئیس جمهور و مجلس قطعا برای افزایش حقوق فرهنگیان فشار میاره، ولی تصمیم نهایی با رئیس جمهور و دولته و فقط این وعده هاست که داده میشه که شرایط رو برای معلم ها فراهم بکنیم. ممنونم از همه همکاران که به صحبت های بنده گوش فرادید. ممنون آقای افتازاده، ممنون به خاطر موضوعی که انتخاب کرده بودید و سخنرانی شما. یه وقفه بریم سراغ سخنران بعدیمون، سرکار خانم زهرا باجلان با موضوع هنرمندان و اعتراض‌های اخیر. خانم باجلان، مایک برای شما، بفرمایید. سلام به همه دوستان، خسته نباشین. تا اینجای برنامه، سخنرانی من در رابطه با هنرمندان و ورزشکارانی هستش که در اعتراضات اخیر همراه مردم بودند و در کل صحبت راجع بهشون باعث دلگرمی این اعتراضات اخیر خواهد بود. توقع و درخواست از چهره‌های مشهور هنری و ورزشی ایرانی برای حمایت از مردم از جمله موضوعاتی است که در میانه برگزاری اعتراضات و سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و کشته شدن ده‌ها معترض در افکار عمومی ایرانیان داغ است. شاخص این چهره‌های مشهور علی کریمی است، بازیکن پیشین و محبوب فوتبال که از شروع اعتراضات به طور پیوسته با آگاهی از موقعیت و قدرت نفوذ خود در میان مردم پست‌هایی در اعتراض به حکومت، حمایت از معترضان و همچنین ایجاد همدلی میانه مردم منتشر کرده است. واکنش‌های علی کریمی در سطحی است که حتی باعث شد در میان عموم معترضان
به شاخصی تبدیل شود برای ارزیابی واکنش دیگر چهره ها و فشار افکار عمومی به آنها. تا جایی که علی کریمی روز شنبه دوم مهر نوشت به کسی کاری نداشته باشیم، هر کسی خواست بیاید در کنار مردم، هر کسی هم نیامد بنشیند کنار رو تماشا کند که مردم با اتحادشان چه قدرتی دارند. همین فشار افکار عمومی بود که به طور مثال باعث شد امین حیایی بازیگر سرشناس که در نخستین واکنش صرفاً به تسلیت گفتن و اظهار تأسف بسنده کرده بود با انتشار ویدیوی دیگر از سرکوب مردم بگوید و اینکه ما صدای مردم هستیم و خطاب به حکومت اعلام کند با سرکوب مردم نمیتوانید صدای آنها را خاموش کنید. در نمونه دیگر همایون شجریان که در واکنش به سرکوب اعتراضات ابتدا اعلام کرده بود خواستار پایان خشونت و بازنگری قانونی هستیم که پیشتر نوشته شده، ولی امروز زنان و مردان ایران زمین خواهان تغییر آن هستند. یک روز بعد با استفاده از هشتگ مهسا امینی و همچنین هشتگ تفنگت را زمین بگذار نوشت نکشیدیم مردم را، این مردم سزاوار زندگی هستند نه مرگ، این مردم سزاوار شادی و آزادی هستند. کشف حجاب برخی از بازیگران زن در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردم از جمله واکنش‌های عملی بود که کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی از آن به طور چشمگیر استقبال کردند. از جمله این چهره‌ها کاتالین ریاهی بود، چهره‌ای که سال‌ها از بازیگری دست کشیده اما فعالیت مدنی گسترده‌ای دارد. کاتالین ریاهی پس از آنکه عکس بدون روسری از خود با هشتگ مهسا امینی و زنان ایرانی صدای یکدیگر منتشر کرد، با شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران نیز مصاحبه کرد و گفت دروغ بس است. پیش و پس از خانم ریاهی، معصوم قاسمی پور، شبنم فرشادجو، مریم بوبانی، شیوا ابراهیمی و پگاه آهنگرانی از دیگر زنان بازیگری بودند که تصمیم گرفتن حمایتشان از اعتراضات سراسری مردم ایران را با برداشتن حجاب خود اعلام کنند و آناهیتا همتی همه موهایش را تراشید. پگاه آهنگرانی علاوه بر این در جمع معترضان در برلین در مقابل دوربین تلویزیون از بیش از 40 سال سرکوب و خفقان و سانسور جمهوری اسلامی هم ابراز انزجار کرد. درخواست متفاوت کیهان کرهور در میان اهل هنر واکنش کیهان کرهور موسیقیدان و نوازنده سرشناس به ادامه سرکوب اعتراضات رنگ دیگری داشت. کرهور در روز یکشنبه 3 مهر در پیامی بلند و مکتوب ابتدا یادآوری کرد که سالهاست گفتن را هم بخشی از کنسرت‌هایش اضافه کرده. گفتن از وطنش ایران، از کشتار حزب سیستماتیک، از شکنجه، ترور، خفقان، از بریدن نان اهل علم و فرهنگ، از بلای سانسور، از تبعیض و فساد و نیز از عشق و انسانیت و اتحاد. کیهان کلهور در ادامه از همراهانش مصرانه خواست که هیچ فعالیتی اهم از نمایش، کنسرت و برگزاری جلسات فرهنگی را علل خصوص در ایران لغو نکنند. این نوازنده که شهرت بین المللی نیز دارد در استدلال درخواست خود نوشت 40 و چند سال است که هر روز با این ماشین سرکوب می جنگیم. لغو و عدم اجرای برنامه های فرهنگی خواست کسانی است که از اجتماع و اتحاد و تعالی و تفکر مردم می هراسند و در پایان از همه هنرمندان خواست که امروز با هر علم و هنری که دارید در صحنه و کنار مردم بایستید و همه را به اتحاد فراخوانید. اعلام موضع مهران مدیری، بازیگر و مجری و کارگردان نیز از مواردی بود که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. مهران مدیری با انتشار ویدیویی گفت که این روزها حال هیچ کس خوب نیست و در اعتراض به سرکوب اعتراضات گفت از این پس راضی نیست هیچ برنامه و تصویری از او در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شود. برخی کاربران به او ایراد گرفتند که او در اعتراض خود از چیزی مایه گذاشته که از نظر حقوقی مالک آن نیست، اما اغلب کاربران همین میزان واکنش او را نیز نشانه ریزش از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی توصیف کردند و نوشتند هر چهره مشهوری با هر سطح واکنش در کنار مردم بایستد نشانه تحولی بزرگ است. با
با این حال این قضاوت به طور کامل شامل حال هومن سیدی نشد. بازیگر و کارگردان سینما که فیلم او به عنوان نماینده سینمای ایران راهی اسکار شده است. هومن سیدی با انتشار عکسی از خود در کنار حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران و کشیدن زبدری روی عکسش نوشت: این ننگ برای من هیچگاه پاک نخواهد شد. انزجار دارم از خودم، از اینکه ساده لوحانه برای فردای بهتر قدمی در این مسیر برداشتم. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی این نوع اعتراض هومن سیدی را نوعی وسط بازی توصیف کردند، به گونه ای که امکان ارسال فیلمش با اسکار در دوره ابراهیم رئیسی هم از بین نرود، اما کاربران نیز از همین میزان واکنش استقبال کردند، با این استدلال که اعتراضات مردم ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همدلی است. اما واکنش تازه اصغر فرهادی، سینمانگر سرشناس در سطح بین‌المللی، موردی بود که حتی برخی معتقدان او را هم به گونه‌ای و تا حدی غافلگیر کرد. اصغر فرهادی که قبلا هنگام بستری بودن مهسا امینی در بیمارستان نوشته بود: ما شریک این جنایتیم، روز یکشنبه دوم مهر ویدیویی به زبان انگلیسی منتشر کرد و در آن از همه هنرمندان سینما، روشنفکران و فعالان مدنی سراسر دنیا خواست تا با همبستگی خود با مردم ایران ابراز همدردی کنند. فرهادی در این پیام ویدیویی به زبان انگلیسی گفت: این یک مسئولیت انسانی است و می تواند امید ایرانیان برای دستیابی به این هدف زیبا و تاریخی را که در اینجا دنبال آن هستند بیشتر کند. همانطور که انتظار می رفت، درخواست فرهادی از هنرمندان جهان بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های حوزه فرهنگ و هنر دنیا پیدا کرد و همچنان در حال گسترش است. جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان معترضی هستند که به تجربه اعتراضات گذشته اگر اکنون در زندان نبودند احتمال پیشرو بودنشان در همراهی با اعتراضات می‌رفت. اما از میان دیگر کارگردانان سینما واکنش مسعود کیمیایی بازتاب گسترده‌ای داشت که روز 31 شهریور با انتشار ویدیویی گفت: مهسا امینی را کشتند و این خود همان موضوع اصلی است و باعث می‌شود پاشنه کفشت را ور بکشی. کیمیایی همچنین برخی همکاران خود را دو دوزه باز خواند و خطاب به آنها گفت: دیگر فرصتی نیست دروغ بگویید، دروغ بس است. نمونه دیگر از واکنش هایی که با اقبال گسترده مواجه شد پست اینستاگرامی پارسا پیروزفر بود، بازیگر محبوبی که اتفاقا این روزها سریالی با بازی او از شبکه خانگی پخش شده است. پارسا پیروزفر در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری در اینستاگرامش نوشت: کدام آب مقدس این خونها را خواهد شست؟ کدام بهشت پاداش آتش این گلوله هاست؟ واکنش این بازیگر سرشناس از این جهت نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفت که آخرین پست اینستاگرام او قبل از این پست مربوط به اعتراضات آبان 98 بود، اعتراضاتی که رویترز گزارش داد در جریان سرکوب آن حدود 1500 نفر از مردم ایران با شلیک مستقیم به ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند. بهمن قبادی کارگردان ایرانی روز 29 شهریور با انتشار ویدیویی خطاب به چهره‌های هنری و ورزشی گفته بود: مردم ما هنرمندان را بزرگنده کردند و از آنان خواسته بود با توجه به میلیون‌ها فالووری که دارند بدهی‌شان را به مردم پس بدهند. در میان انبوه بازیگران و چهره‌های ورزشی و هنری بیشماری‌اند آنهایی که در واکنش به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات مردمی به نوشتن تسلیت یا سیاه کردن صفحه‌های شخصی خود در اینستاگرام یا انتشار شعر یا عبارتی احساسی پرداختند. اما گستردگی اعتراضات که امروز وارد نهمین روز شده در ده‌ها شهر ایران همچنان در جریان است و نیز سرکوب شدید این اعتراضات که تا کنون به کشته شدن ده‌ها معترض انجامیده، سطح انتظارات از این چهره ها را بسیار فراتر از این میزان برده است.
بهمن قبادی در پیام ویدیویی خود تاکید کرده بود که با یک شعر سر مردم کلاه نمی رود. جرأت داشته باش، فکر کن ژینا همسر یا خواهر یا دختر توست، قلم بردار و اعتراض کن و مردم را یاری بده. با این حال شماره چشمگیری از هنرمندان و ورزشکاران نیز به خصوص در یکی دو روز اخیر به جمع حامیان مردم پیوستند که فهرست کردن آنها نیازمند تنظیم گزارشی جداست. این واکنش ها در حالی اعلام شدند که ارسال پیام های تهدیدآمیز نهادها و مقامات جمهوری اسلامی خطاب به هنرمندان و چهره های حامی اعتراضات در سطح رسانه و چه به طور خصوصی ادامه دارد. علاوه بر تهدید از سوی وزیر کشور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد هم خطاب به هنرمندان زن که روسری برداشتند گفت امکان ادامه فعالیت در شغلشان را ندارند و میتوانند آزادانه وارد فعالیت‌های دیگری بشوند. در واکنش به تهدیدهای خصوصی، ریحانه طراوتی سوم مهر ماه پیامی را از هدیه تهرانی بازیگر سرشناس منتشر کرد که در آن خطاب به نهاد امنیتی که به او اخطار داده است گفت نه من رهبر این مردم هستم و نه مردمی که جانشان به لبشان رسیده است نیازی به دعوت من و امثال من دارند. میزبان این ضیافت خونین خود شما هستید. هدیه تهرانی در پایان پیامش همچنین اعلام کرد ما کنار هم خواهیم بود و بدانید که تنها راه ارتباط من با مردم خیابان است. جمعی از سینماگران ایران که در واکنش به سرکوب مرگبار و خونین اعتراضات مردمی جاری در ایران بار دیگر بیانیه‌ای به نام تفنگت را زمین بگذار خطاب به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کردند. در این بیانیه ضمن حمایت از اعتراضات مردمی در ایران و درخواست برای عدم سرکوب این اعتراضات آمده است، دیگر بار به همه افرادی که در یگانهای نظامی تبدیل به عامل سرکوب و خشونت علیه مردم شدند یادآوری می‌کنیم. این تفنگ‌ها با سرمایه عمومی برای دفاع از مردم در اختیارشان قرار گرفته است. اسلحه به سمت مردم و جوانان ایران نگیرید. به آغوش ملت بازگردید. سینماگران ایران پیشتر در واکنش به اعتراضاتی که پس از ریزش ساختمان متروپول در آبادان و خرداد ماه راه افتاده بود بیانیه مشابهی با درخواست تفنگت را زمین بگذار را امضا کرده بودند که خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت. سینماگران ایران پیشتر در چند روزی که از آغاز اعتراضات می‌گذرد ویدیوها و عکس‌های بیشماری از نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف منتشر کردند که در خیابان‌ها با اسلحه‌های جنگی به طور مستقیم معترضان را نشانه گرفتند. در بیانیه تازه‌ای که منتشر شده امضا کنندگان تاکید کردند ما پشت سر جوانانی که پیشرو و پرچمدار این جنبش عظیم تحول خواهی هستند ایستاده‌ایم. حدود 100 سینماگر این بیانیه را امضا کردند که منیژه حکمت، زهرا امیر ابراهیمی، پگاه آهنگرانی، عبدالرضا کاهانی و مصطفی عزیزی در میان امضا کنندگان آن هستند. آنان در این بیانیه نوشتند که اعتراضات کنونی هیچ نوع استبداد، ولایت و دیکتاتوری منقضی را نمی‌پذیرد. انتشار این بیانیه در شرایطی است که در روزهای گذشته تعدادی از سینماگران، بازیگران، هنرمندان تلویزیون از جمله فرشادجو کیمیایی، مدیری، شهاب حسینی، هومن سیدی و نوید محمدزاده در پیام‌های جداگانه از اعتراضات مردم حمایت کردند. اما حمایت اخیر هنرمندان و چهره‌های معروف از اعتراضات خشم مقام‌های حکومتی را برانگیخته و در حاشیه برگزاری نماز جمعه تهران شعارهای علیه آنها سر داده شد. همچنین احمد وحیدی وزیر کشور چهره های حامی اعتراضات را تهدید کرد و گفت این افراد نمره منفی بزرگی گرفتند و به هر حال موجب تحریک شدند و با آمریکا و کشورهای اروپایی و گروه های ضد انقلاب و تروریست همراه شدند. پیشتر انتشار اولین بیانیه سینماگران موجب شد نیروهای امنیتی محمد رسولوف و مصطفی آل احمد از امضا کنندگان بیانیه را بازداشت کنند و
جعفر پناهی دیگر فیلمساز امضا کننده نیز برای گذراندن محکومیت پیشین خود راهی زندان شود. در مرداد ماه محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد از تهیه فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که دولت قصد دارد مانع فعالیت هنری آنها شود. مصطفی آل احمد نویسنده و کارگردانی که در تیر ماه امسال بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود به 6 سال و 4 ماه حبس محکوم شد. 17 تیر ماه به دنبال انتشار بیانیه تفنگت را زمین بگذار به همراه محمد رسولوف بازداشت و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود. ایمانه افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب این فیلمساز را بابت اشتباه و تبانی به 3 سال و 8 ماه حبس، بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام 8 ماه حبس، بابت نشر اکاذیب 2 سال حبس و پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی و برای مجازات تکمیلی به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد. این حکم از سنگین‌ترین احکام صادر شده سال‌های اخیر برای سینماگران ایرانی محسوب می‌شود و وکلای آقای آل احمد در ارتباط با آن درخواست تجدید نظر دادند. 2 بیانیه جمعی و هر کدام با بیش از 100 امضای جداگانه توسط اهالی این سمت منتشر شده. آنها این اعتراضات را فریاد خروشان مردم عصیان زده ای می دانند که دیگر توان تحمل دروغ، دزدی، فساد، سانسور و سرکوب را ندارند. امضا کنندگان همچنین رسالت سینماگران را ایستادن در کنار مردم و به تصویر کشیدن حقایق سرکوب شده دانسته و از نیروهای امنیتی خواستند که اسلحه به سمت مردم ایران نگیرند و به آغوش مردم بازگردند. هنرمندان سرشناسی مانند همایون و مژگان شجریان، اسفر فرهادی، مهران مدیری، شهاب حسینی، کیهان کلهر، امیر مهدی ژوله، کاترین ریاهی، هدیه تهرانی، وریا غفوری، احسان کرمی، بهروز وسوق، داریوش اقبالی، توماج صالحی، ایرج عطایی، مانا نیاسی و غیره نیز به این کمپین پیوستند. در سوی دیگر اعتراض جامعه دانشگاهی به خشونت پلیس ایران با مهسا امینی 1 روز پس از تشییع جنازه او آغاز شد. دانشجویان دانشگاه پایتخت ایران مانند امیر کبیر، شریف، در راهپیمایی و تجمع خود شعار دادند خیابانها غرق خون، استاد همون خفه خون. بسیاری اساتید دانشگاه‌ها در پاسخ به این ندای دانشجویان از شغل خود استعفا یا از معترضان حمایت کردند. پروفسور ناصر فکوهی، استاد گروه انسانشناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو انجمن بین‌المللی ایران شناسی، در یک پیام ویدیویی اظهار داشت ژینا امینی به ناحق کشته شد و باید تمام مسئولان رد بالا و پایین این حادثه مورد تعقیب قرار گیرند. دختر جوانی در آغاز شکوفایی زندگی به خاطر لباسش کشته می شود. این مسئله باید محکوم شود. به افزود سالهاست شاهد مجموعی از فشارهای اجتماعی هستیم و دائم تکرار می شود، اما مسئولین به جای اینکه پاسخگو باشند و راه حل درست در پیش بگیرند، راهکار رادیکال انتخاب می کنند و موجب ایجاد خشونت می شود. با این وجود خشونتی که بر اساس حمله پلیس صورت می گیرد را نمی توان با خشونت دفاع مردم از خود مقایسه کرد. باید به معترضان حق داد. علاوه بر او دکتر علیرضا حیدری، عضو هیئت علمی علوم پزشکی تهران نیز استعفا اعلام کرد. امروز حضور خود در دانشگاه را موجب تقویت سیستم حاکم بر دانشگاه و جامعه می دانم. دکتر لیلی گله‌داران، استاد دانشگاه هنر شیراز نیز اعلام کرد به عشق دانشجویان دیگر ادامه نمی دهم و اسم این جانب را از لیست استادان دانشگاه بردارید. معوقه های پرداخت نشده ام را هم سپردم تا شام و نهار همان آتش به اختیاری شود که به خانواده نجیب امینی گفت که سپرده این برایتان شام و نهار هم بدهند. در این زمینه
باید به مریم کشکولی نیا، استاد انیمیشن دانشگاه تهران، و عمار آشوری، استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و همچنین دکتر علی شریفی زاد که اظهار داشت آخرین نفر از دانشجویان دستگیر نشده دانشگاه شریف آزاد و از آنها دلجویی نشود هیچ کلاسی برگزار نخواهم کرد. گفتنیست همزمان با حضور شهروندان در خیابانها و میادین کلان شهرها و شهرهای کوچک و بزرگ ایران، ایرانیان مقیم کشورهایی مانند ترکیه، ایالات متحده، فرانسه، استرالیا، کانادا، انگلستان، هلند، سوئد، نروژ، بلژیک در حمایت از آنها به تظاهرات پرداختند و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد. شهرهایی مانند نیویورک، پاریس، آمستردام، تورنتو، ملبورن، لندن تا کنون هرگز شاهد چنین تجمع بزرگی از ایرانیان نبودند. به امید ایرانی آزاد، ممنون از اینکه ماگ رو در اختیار من گذاشته. ممنون از شما خانم باجلان و ممنون از جناب رایی که تا الان بودم با ما. دوستان اگر موردی هست که به سخنرانی همه دوستان که تا الان انجام دادن بخواین اضافه کنید یا سوالی هست، لطفا با علامت دست راهنمایی کنید، میشنویم. در غیر این صورت جناب رایی اگر مایل هستید ما چند دقیقه در خدمت شما باشیم. بله، خیلی ممنون. من از سخنرانی های خوبتون استفاده کردم. علتی که دست بالا نمیارم این که چون خانم بیژندی مثل این که در مورد مولانا میخوان صحبت کنن حذف شده اون برنامه. ما اول شما رو میشنویم. دو سه تا نکته رو میگم. دو سه تا نکته. آره بس بفهمید. یکیش این که در مورد صحبت آقای منیری یه بحثی تو فرانسه هست، اینو با شما در میان میذارم چون در کمیته قانون اساسی هم که ما داشتیم این بحث رو داشتیم. کلمه نژاد هست در فرانسه، کلمه نژاد رو از قانون اساسی حذف کردن. دلیلش این هستش که یک برداشت ایدئولوژیکه، واقعیت نداره نژاد. بنابراین مثلا میتونید شما بگید که رنگ وجود داره. خب وجود داره، در طبیعت رنگ وجود داره، تفاوت زبان وجود داره، تفاوت اقوام وجود داره، تفاوت فرهنگ وجود داره، اما نژاد یک مفهوم ساختگیه، یه ده انسان‌های ایدئولوژیکه برای سوء استفاده از انسان‌های دیگه و بنابراین جنایتکارانه است. این معنی یعنی لازمه که توی همه نوشته‌های حقوقی این کلمه نژاد برداشته شه. نکته دیگه که به خاطر اینکه با صحبت‌های خوب شما در زمینه‌های فرهنگی همراهی کنم و صحبتی که آقای کرهور کردن، اینه که هنر نقشش اینه که نشون بده که لذت بردن بد نیست، شاد بودن بد نیست، زندگی کردن بد نیست، مردن بده. بنابراین هر جایی که هنر میاد زندگی رو نشون میده، اون خودش مقاومته، اون خودش جزو جنبشه. همین دو نکته خواستم بگم. نکات دیگه زیادی هست، تو صحبت‌های شما همش جالب بود. به هر حال خیلی ممنون. بعد از صحبت‌های خانم بیژندی حتما با هم صحبت می‌کنیم. مرسی. ممنون از شما جناب آقای رایی. بله، همطور که هممون می‌دونیم مخصوصا توی این چند وقت اخیر هنرمندان خیلی 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 آثار خوب تاثیرگذاری واقعا ارائه دادن. چون همطور که هم در جریان هستیم دیگه، هنر واقعا مرز زبان و مکان رو پشت سر میذاره. خانم بیژندی اگر آماده هستید ما بخش فرهنگی رو در خدمت شما باشیم به مناسبت روز جهانی مولانا. بفرمایید. بسیار عالی. درود و مجدد دارم خدمت همکاران و خسته نباشید میگم خدمتتون. خب من اینجا یک زندگی نامه ای از مولانا رو براتون میخونم و حالا در انتها هم علاوه بر معرفی بعضی از آثار ایشون یک در واقع شعری هم از ایشون حتما براتون میخونم. در واقع اینجا قصد معرفی کردن ایشون رو ندارم چون که به حال بسیار شناخته شدن و از نامدارترین ادیبان ایران و شاعر بلند آوازه قرن هفته خورشیدی هستن و
در واقع معرفی ایشون میتونه روزها ماها زمان لازم داشته باشه و شعر مولانا هم جایگاه رفیعی در ادبیات ایران زمین داره. از بین اشعار مولانا هم برخی از بهترین ابیاتش رو اینجا من دارم که حالا براتون سعی میکنم کوتاه بگم. اما نکته این که حالا چرا مثلا باید شعر مولانا رو بخونیم و بفهمیم، این که از بین بهترین اشعار مولانا که بالغ بر 26,000 هست، 26,000 بیت هست اگه اشتباه نکنم، که حالا هزاران عنوان داره، تعدادی از غزلیات پرمغز و ماندگار این شاعر رو معرفی میکنه اینجا، که اشعار مولانا بیشک یکی از برتر از دیگری در واقع و همگی خواندنی و جذاب هستن. جایگاهی که مولانا در ادبیات ایران داره ستودنیه و مایه افتخاره و در واقع اینجا ما یه گریزی به غزلهای ماندگار و حالا شهرت یافته مولانا میپردازیم، که اشعار مولانا در واقع معنی و تفسیر بسیاری داره که حالا من در واقع تخصصشو ندارم، اما میتونم از جایی که یه تفسیری برای شعراشون گذاشتن استفاده کنم. اما اگه دوستان علاقه داشته باشن خیلی خوشحال میشم که بشنوم. اما یه خلاصه ای از زندگی ایشون و آثارشون براتون میگم که مولانا جلال الدین رومی شاعر فارسی قرن 13 هستند، درویش اسلامی و عارف صوفی بودند و ایشون به عنوان یکی از بزرگترین استادان معنوی و شعور شعری شناخته میشن. در سال 1207 میلادی متولد شدند و به خانواده متکلمان فریخته تعلق دارند. ایشون برای توصیف دنیای معنوی از شرایط زندگی روزمره استفاده کردند و اشعار مولانا به ویژه در بین فارسی زبانهای کشورهای فارسی زبان، یعنی حالا به جز ایران مثل تاجیکستان، افغانستان هم بسیار محبوبیت داره، که حالا اشعار متعددی توسط این شاعر بزرگ سروده شده، به زبانهای مختلف ترجمه شده. در 30 سپتامبر 1207 در بلخ متولد شدن، که پدرشون هم بهاءالدین ولد متکلم فقیه و عارف بودن، مادرشون هم مومینا خاتون بودن. زمان حمله مغولا به آسیای میانه بین سالهای 1215 و 1220 مولوی با خانواده و گروهی از شاگردان بلخ رو ترک میکنن و کاروان مهاجر سفرهای زیادی در سرزمین‌های مسلمان داشتند. بعد از زیارت مکه در قونیه اگه اشتباه نکنم، واقعا فراموش کردم اینو اصطلاحشو، واقع در غرب ترکیه فعلی ساکن میشن، که در اون زمان پدر مولانا یک متکلم اسلامی یا یک معلم و یک مبلغ بودن. شعرهای ایشون دو تا عنوان اصلی داره، یکی دیوان شمس تبریزی هست و اون یکی مثنوی معنوی هست، که خب دیوان شمس تبریزی یا دیوان کبیر یکی از شاهکارهای مولانا هست، که مجموعه غزلیه که به افتخار شمس تبریزی که دوست و در واقع مأمور بزرگ مولوی بود نامگذاری شده. همچنین شامل مجموعه از شعره که طبق طرح قافیه بندی شعر غزل تدوین شده. از این اثر به عنوان یکی از بزرگترین آثار ادبیات ایران یاد میشه. و مثنوی معنوی هم مجموعی از 6 جلد شعر مولاناست که به سبک تعلیمی سروده شده، که این شعرها برای آگاهی آموزش برای خواننده هستش و اعتقاد بر اینه که مولانا کار اشعار رو به پیشنهاد همراه آن زمان خود به پیشنهاد همراه زمان خود حسام الدین کلبی آغاز کرده و اشعار هم سعی دارن جنبه‌های مختلف زندگی معنوی رو توضیح بدن. همونجور که عرض کردم اشعار مولانا بالغ بر 26,000 بیته، که این عارف حالا
همچون مثل دریایی از معرفت، همواره در حال گفتن اشعار گوناگونی درباره موضوعات مختلف عرفان و عشق بوده. با استناد به مدارک زیادی، شمس تبریزی تأثیر ویژه‌ای بر زندگی و آثار اون داشته. نام شمس تبریزی بارها در اشعار مولانا تکرار شده. غزل نوعی از شعره که حالا عموماً بر مضامین عاشقانه تمرکز داره. از بین اشعار مولانا تعدادی از غزلیات مشهور و عاشقانه اون رو اینجا من دارم که براتون بخونم. البته بعضی از اشعارشون سخته یا حالا واژه‌ای داره که در واقع من آشنایی ندارم، یعنی گوشم نشنیده بعضی از واژه ها رو. و خب قبلا هم عرض کردم که اشعارشون احتیاج به توضیح و تفسیر داره که خب این در واقع دست کسانی که تخصص دارن تو این قضیه رو میبوسه. اما یکی از شعراشون رو من الان براتون میخونم اینجا. اگر اشتباه کردم دوستانی که میدونن لطفا من رو تصحیح کنن، ببخشید، از حالا عذرخواهی کنم بابت این مسئله. ای عاشقان امروز ماییم و شما، افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا. گر سیل عالم پر شود، هر موج چون اشتر شود ببخشید. مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا. ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته، زانسان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فضا. ای شیخ ما را فوته ده، وی آب ما را قوته ده. ای موسی عمران، بیا بر آب دریا زن عصا. این باد اندر هر سری صدای دیگر میپزد، صدای آن ساقی مرا باقی همه آن آشنا. دیروز مستان را به ره بر بود آن ساقی کله، امروز می در میدهد تا بر کند از ما بقا. ای رشک ماه و مشتری، با ما و پنهان چون پری، خوش کشانم میبری، آخر نگویی تا کجا. هر جا روی تو با منی، ای هر دو چشم و روشنی، خواهی سوی مستقیم کش، خواهی ببر سوی فنا. عالم چو کوه طور دان، ما همچو موسی طالبان، هر دم تجلی میرسد برمیشکافد کوه را. یک پاره اخضر می شود، یک پاره عبهر می شود، یک پاره گوهر می شود، یک پاره لعل و کهربا. ای طالب دیدار او، بنگر در این کهسار او. ای که چه باد خورده ای، ما مست گشتیم از صدا. ای باغبان در ما چه در پیچیده ای، گر برده ایم انگور تو برده ای انوان ما. حالا یک در واقع تفسیر خیلی کوتاهی هست اینجا که من میگم اینو خدمتون، که در این غزل در واقع مولانا با مریدان خودش صحبت میکنه. اون از کسایی که عرفان اون رو مذمت میکنن شکایت داره و در بیت دوم این شعرم اشاره میشه به صورت جاری شدن سیل عرفان در عالم. حالا مرغ دریا هم که عارف در واقع هست رو باکی نیست و باید مرغ هوا که اونجا خوندم براتون، میتونه مراد از هوا هوس باشه که میگه نگران باشه. تو بیت ششم هم به کنایه افرادی با رفتار دوگانه رو خطاب قرار میده که یه روز دعوت به راه ثواب میکنن و یه روز دعوت به راه خطا میکنن، که حالا این یکی از شعراشون هم بود که من براتون خوندم. حالا مورد دیگه ای
فکر میکنم که گفتم تمام موارد و البته میگم خیلی زیاده، اما در مورد وفاتشون هم بگم که ایشون تو سن 63 سالگی در پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری بر اثر بیماری ناگهانی درگذشتن و آرامگاهشون هم همون شهر، میگم اگر اشتباه میگم عذرخواهی میکنم، قونیه اگر باشه، که بین دو استان آنتالیا و آنکارا واقع شده، که خب یه مکان بسیار دیدنی هم هست برای گردشگران و برای تپه هم هست با ارتفاع 1016 متر که به صورت یک گنبد مخروطی شکل فیروزه‌ای ساخته شده و سال 1922 هم در واقع مقبره ایشون به موزه تبدیل شد. من مطالبی که آماده کرده بودم در این مورد همین اندازه بود که بازم عرض میکنم خیلی زیاد هست اگر بخوایم بپردازیم، اما خب من تا همین حد تونستم. ممنون از اینکه توجه کردین و گوش کردین. ممنون از شما خانم ویژندی، ممنون به خاطر موضوع خوبی که انتخاب کردیم. واقعا ما همه فارسی زبان ها باعث افتخارمون هستش که مولانا شاعر ماست. آقای مهران، ببخشید من فامیلتون رو نمیدونم دقیقا، دستتون بالاست، بفرمایید، میشنویم شما رو. سلام عرض ادب، ممنون از تمامی دوستانی که لطف کردن دانششون رو شیر کردن و اطلاع رسانی کردن. من خیلی صحبت نمی کنم، صحبت حالا اگر خودتونم فهم کنم احتمالا صحبت پایانی رو جناب آقای رائی جنبندی می کنن، ما هم گوش می دیم. فقط حیف هم اومد در مورد مولوی مطلبی رو نگم، خب که بی مناسبت با همین جریان های حقوق بشری و به قول معروف چی بهش میگن اجبار در دین و حالا ظلم و جور به پیروان ادیان هست. اول که خب در خصوص شادی خیلی تاکید داشته، همیشه شاد بوده، به شاد بودن تاکید داشته که ای جمعی مؤمنان شادی کنید، همچون سر و سوسن آزادی کنید، جایی که در مورد رقیت و مولا بودن و حالا قائل به فرد بودن هست میگه که کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت زپارت با کند. معتقد بوده ما هیچ شخصیت مطلقی که بخوام ازش پیروی کنیم اصلا نداریم. و در آخر هم دو سه بیت شعر در خصوص دین ایشون ازشون من میخونم که از پدر پرسید روز یک پسر بهترین دین ها کدام است ای پدر، گفت با من دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارند اعتبار، چون که آوردیم هر دین جدید اختلاف بیشتر آمد پدید، کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد، خون مردم ریخت بر روی زمین بارها و بارها با نام دین. صحبت در خصوص مولوی در یک مقال نمی گنجه، من خودم از علاقمندان به این شخصیت بزرگ هستم. و در پایان که یک مطلب جالب دیگه که در ابتدای کتاب مولوی مثنوی اگر مطالعه بفرمایید که 100% مطالعه فرمودید، در حقیقت اون راز آفرینشش رو یه جورایی قرابتهایی داره با عقاید اریک فان دنیکن توی کتاب طلای خدایان و عرابه خدایان که در خصوص حبوط بشر به زمین صحبت میکنه. مصدق نمیشم، خیلی ممنون که وقت رو در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما، خیلی ممنون برای مشارکت و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتیم و شعری که خواندید. جناب رایی، ما در خدمت شما هستیم. بحث آزاد جلسه رو که با عنوان حق حیات برای همه هست، حالا با توجه به محوریت خیزش سراسری، دوستان از اینکه مشارکت میکنید پیشاپیش ممنونم. لطفاً زمان رو در نظر بگیرید. ممنون، بفهمه جمعه. خیلی ممنون. من جنبندی که نه، چون صحبتهای شما به نظر من همش جنبندی بود. آقای مهران انصاری با این صحبتی کردن نشون میدن که استعداد زیادی دارن در مورد مولوی برای یه سخنرانی.
حیفه که این سخنرانی برگزار نشه. خانم بیژندی هم که خیلی شکست نفسی فرمودن ولی خیلی خوب بود اون چیزی که ارائه کردن، یعنی در واقع تاریخ ادبیات یه قسمت مهمی از فرهنگ ما هستش و ایشون تاریخ ادبیات رو به خوبی این قسمت مولوی رو ارائه کردن. خب خیلی چیزا میشه گفت مسلمه، اما من در مورد حق حیات نکته‌ای رو که میخوام بگم رب پیدا میکنه هم به خود حیات و هم به همه حقوق، و اون این هستش که حقوق قابل، صحبت‌های آقای منیری رو دارم تایید میکنم، حقوق قابل شرط بندی مگر به اسلام و نمیدونه اینا نیست. حقوق پیش از نظرات هست، پیش از افکار هست. حقوق با حقوق ما فکر میکنیم، سخت افزار درونی ما هست. ما این حقوق رو چون داریم انسان هستیم. این عقل ماست که مولوی میگه. عقل ما رو بعد ما با اعتیاد به قدرت هستش که دور میشیم ازش و یادمون میره که اینجوری میتونیم فکر کنیم. این که دوباره به اصطلاح کرامت انسان برمیگردیم، میبینیم که یه جایی غفلت کردیم، میبینیم که جایی تجاوز شده به اسم نمیدونم اسلام و نمیدونم به اسم این، در واقع نشاندنده این هستش که چیزی رو که غیر قابل تفسیر هست رو میخوان تفسیرش بکنن، نه با هرمونتیک علم کلام و نمیدونم بررسی متنی و اینا میشه بررسی کرد حقوق رو، و نه اینکه میتوان گزینشی کردش. حق حیات مطلق، همونطور که همه حقوق مطلقن، و چون مطلقه غیر قابل پایمال کردنه و غیر قابل جبران کردن موقعی که یک کسی حیاتی رو بگیره. بنابراین تمام کشورهای دنیا که اعدام دارن کشورهای تروریست هستن، از جمله کشور امریکا، در بعضی ایالتاش اعدام وجود داره. چرا؟ به این علت که نمیتوان به بهانه از بهانه ها گفت من حق رو میذارم زیر هر کدوم از حقوق، از جمله مهمتر، یکی از مهمترین که کلمه غلطیه، همه حقوق مهم هستن. حق حیات انسان موقعی که یک کسی کشته میشه نمیتونه بگه من نمیخوام جبرانش بکنم، یکی رو قصاصش میکنم که کشته بشه این در مقابل اون، نه، این میشه خون در بر روی خون، خشونت بر روی خشونت، خشونت مضاعف میشه، شدنی نیست. اون چیزی که هست اینه که قاتلی که وجود داره، قاتل بهش فرصت بدیم که بتونه تا جایی که میتونه جبران کنه، خودش رو بسازه برای که بتونه دوباره وارد جامعه بشه. اون قربانی رو، خانواده قربانی هم فرصت پیدا بکنن که بیان تو زندگی، یعنی خودشون رو قربانی نبینن و از زندگی بیرون نرن. صحبت آقای کلهر از این نظر مهمه که ماندن در زندگی و در حیات خود مقاومت هستش. اونایی که قدرت پرستا مستبدین، اونا طرفدار مرگن، اونا تمام صحبتاشون مرگه، حتی از نظر فکری، یعنی چیزی برای گفتن ندارن. اون چیزایی هم که برای گفتن دارن رو خیلی راحت باید به بحث گذاشت با اونا تا نشان بدن ضعف، نشون داده بشه ضعفشون. حتی یک داعشی، حتی یک علی خامنه‌ای، حتی یک طالبانی، حتی یک مصباح یزدی موقعی که میخواد صحبت بکنه بلافاصله باید استقبال کرد، در اینکه همون جاست که میشه نشان داد ضعیفن. و متاسفانه به این مسئله به اندازه کافی تو جامعه بشری توجه نمیشه. نکته ای که خارج از این نکته میخوام بگم اینه که حقوق یه سیستم کاملن، همش به هم ربط دارن، و موقعی که از یه حقوق دفاع میکنیم از همه حقوق داریم دفاع میکنیم، موقعی که یکیش تجاوز میشه به همش تجاوز شده، موقعی آزاد هستیم که همش رو داریم، و موقعی هم که نداریم، حتی یکیش هم نداریم، یعنی همش رو نداریم، آزاد نیستیم. پس بنابراین آزادی ذاتی انسان، آزادی انسانی انسان، کرامتی انسان یک سیستم کامله. حالا ما میتوانیم در جنبه‌هایی بهش توجه بکنیم، آزادی های مدنی خودمون، آزادی های فردی خودمون، جایی میتونیم غفلت کنیم، اما به محض اینکه میخواهیم بوش فکر بکنیم، تعمق بکنیم، میبینیم که همون آزادی مدنی هم که داریم در ارتباط هستن با آزادی، با حقوق دیگه ما، همون حقوق مدنی هم که میخواهیم، حقوق فردی هم که میخواهیم در ارتباط هستن با اون حقوق اجتماعی ما. من چطور میتونم حاکمیت داشته باشم، با ما حاکمیت مردمی داشته باشم، من تصمیم گیرنده نباشم، و زمانی که تصمیم گیرنده هستم چگونه میتونم تصمیم بگیرم که
به ضرر هموطن من نباشه. معنی این سخن این استش که هر اراده جمعی لزوما تصمیم حاکمیت مردم نیست، همه مردم نیست. حتما لازمه حقوقی، هر حقوقی تصمیم گرفتنی حتما متعلق به حاکمیت مردم هستش. پس اون حرف ژان ژاک روسو رو توجه کنیم که هر اراده جمعی به معنی تأمین منافع نیازهای همه مردم نیست. حتی اون منافع هم که تعریف جهان شمول نداره، به محض اینکه یک اراده جمعی غیر و غیر و ما میایم روش توافق میکنیم، میگیم اکثریت در واقع اینجوری قبول داره، در واقع داریم تبعیض برای بر علیه یک اقلیتی به اجرا میذاریم و مجرمیم در واقع. در اینکه تبعیض در از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست. پس لازمه که توجه بکنیم نه تنها تصمیم میگیریم، حتما تصمیم حقوقی بگیریم. به این علت هستش که به علت این تصمیم حقوقی هستش که ارتباط با هموطنان برقرار میکنیم، با همه دنیا ارتباط برقرار میکنیم و آرامش ایجاد میکنیم. به همسایه من میگم من تصمیم حقوقی دارم، قانون اساسی من حقوقی است، برنامه‌های من حقوقی است، هیچ کدوم از این برنامه‌های من به ضرر شما نیست. بنابراین صلح رو خود به خود تبلیغ میکنیم. شما توجه بکنید یک کشوری این گونه فکر بکنه، حالا میتونید بگید آرمانه اما دور از واقعیت نیست، این گونه فکر بکنه چه سرعت و شتابی میبخشه به رشد انسان ها و همکاری ملت ها. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما جناب آقای ممنون، صحبت ها عالی. دوستان اگر در رابطه با صحبت های جناب رای سوالی هست و مطلبی میشنویم از شما. خانم بیرجندی اگه به من بگید که من میتونم جمع‌بندی جلسه اعلام بکنم، با توجه به این که در اول جلسه هم که فرخان ویژه بود ما در مورد این مسئله صحبت کردیم و احتمالاً هم که دیر وقت و دوستان اکثر هم خسته هستن، من با اجازتون جمع‌بندی جلسه اعلام بکنم. خواهش میکنم خانم دیشم، بفرمایید، صاحب اختیار شما. خیلی هم ممنون. مرسی از تک تک شما دوستان و همراهانی که در این جلسه شرکت داشتید، مشارکت کردید و سخنرانی کردید. ممنون از جناب آقای رایی. من در ساعت 21 و 27 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان رو